سرخط خبرها، پخش موسیقی توسط طالبان در داخل مسجد شیعان در بلخاب همه را خشمگین کرد. زنگ خطر برای نوزادان در ولسوالی بلخاب نواخته شد. قیودهای تازه توسط طالبان در ولسوالی بلخاب همه را حیرت زده کرده است. دو خبر وحشتناک از تورخم و ننگرهار. سقوط یک چرخوال طالبان در جوزجان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبر بعدی، سقوط یک رنجر طالبان در دریای پنشیر، هفت طالب کشته شده. سلام و سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. یک نوزاد در ولسوالی بلخاب به دلیل نبود امکانات صحی جان باخت. صدها خانواده در اثر جنگ طالبان با افراد مولوی مهدی در ولسوالی بلخاب و ولایت سرپل با کوه‌ها دشت‌های این ولسوالی آواره شدند. منابع محلی با روزنامه 8 صبح میگویند که در میان خانواده‌های آواره شده 3 کودک متولد شده که یکی از این نوزادان صبح شنبه 11 سرطان به علت نبود امکانات صحی جان باخته است. باشندگان ولایت سرپل با ویژه آوارگان جنگ میگویند که رفتار خشونتبار طالبان سبب شده است که آنان شب و روز را در دشت‌ها و کوه‌ها سپری کنند. از سوی دیگر برخی از منابع در ولایت بامیان میگویند که طالبان مانع توزیع کمک‌های امدادرسانان به آوارگان ولسوالی بلخاب شدند. گفتنی است که شماری از خانواده‌ها از ولسوالی بلخاب در اثر خشونت طالبان و جنگ میان این گروه و مولوی مهدی و برخی از ولسوالی‌های بامیان آواره شدند. خبر بعدی، راه اندازی عملیات‌های شبانه با وضع قیود شبگردی در ولسوالی بلخاب سرپل. طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل با راه اندازی قیود شبگردی عملیات‌های شبانه را انجام می‌دهند. با گزارش اسپوتنیک، منابع محلی می‌گویند که طالبان از 3 روز به این سو قیود شبگردی را در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل وضع کردند. با گفته منابع طالبان روز گذشته از طریق منبرهای مسجد در ولسوالی بلخاب اعلام کردند که بعد از ساعت 10 شب باشندگان اجازه بیرون شدن از خانه‌هایشان را ندارند. طالبان و نیروهایشان دستور دادند که هر کسی که بعد از ساعت 10 در روستاهای بلخاب دیده شود بر او شلیک می شود. یکی از منابع مردمی میگویند که وضع ولسوالی بلخاب از 3 هفته به این سو نظامی است. بیمارداران نمیدانند با وضع قیود شبگردی چیگونه با دکتر و شفاخانه ها دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر یک منبع آگاه بر روزنامه ها نامه می نویسد و میگوید که طالبان با هدف پنهان کردن جنایات ضد بشری در جریان راه اندازی عملیات های شبانه در ولسوالی بلخاب قیود شبگردی وضع کرده اند. پیش از این یونامو از گزارش های در مورد آسیب زدن به غیر نظامیان و نقص جدی حقوق بشر در ولسوالی بلخاب ابراز نگرانی کرده است. اکنون می‌پردازیم به ویدیوی تازه طالبان از داخل مسجد شیعه در بلخاب که همه را خشمگین کرده است. خبر بعدی، یک مرد کهنسال در تورخم خودش را زیر تایر موتر انداخت و جان باخت. منابع محلی در ولایت ننگرهار میگوید که یک مرد کهنسال در گذرگاه تورخم خودش را زیر تایر موتر انداخته و به زندگیش پایان داده است. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و نشر سپرده است قابل نشر نیست. یک مرد کهنسال را نشان می‌دهد که در گذرگاه تورخم خودش را زیر تایر موتر می‌اندازد. منابع از تورخم میگویند که این مرد پس از آن که خود را زیر تایر موتر کرد که سربازان مرزی پاکستان مانع ورود او به خاک افغانستان شدند. با گفته منابع، زمان ویزه این مرد ختم شده بود. مسئولان محلی در تورخم هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبر بعدی، انفجار در یک مدرسه دینی در ننگرهار، چندین تن زخمی شدند. برخی گزارشات می رسانند که در پی انفجار یک مدرسه دینی در ولسوالی رودات ننگرهار 10 تن زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک، منابع محلی از ننگرهار در شرق کشور می گویند که در نتیجه انفجاری که در مسجد دینی در این ولایت
ده تن زخم برداشتند. منابع محلی در ولایت ننگرهار می نویسند که این رویداد جمعه شب گذشته در مدرسه عثمان ذوالنورین در ولسوالی رودات اتفاق افتاده است. منابع می گویند که تا هنوز چگونگی وقوع این انفجار معلوم نیست و طالبان نیز تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. تا کنون مسئولیت این انفجار را گروه بردوش نگرفته است. خبر بعدی، سقوط یک چرخبال طالبان در جوزجان 3 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. یک چرخبال طالبان که از جنگ ولسوالی بلخا بازگشته و به سوی ولایت جوزجان در حرکت بود، از اثر عوارض تخریبی سقوط کرد. منابع محلی روز جمعه و روزنامه 8 صبح میگویند که عصر روز گذشته یک چرخبال طالبان با 10 تن از سرنشینانش در مربوطات مصرآباد شهر شبرغان مرکز جوزجان از اثر عوارض تخنیکی سقوط کرده که در نتیجه آن 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که 7 نفری که زخمی شدند کمک خلبانان و نظامیان طالبان هستند. 2 هفته قبل نیز یکی از چرخبال‌های طالبان در کوههای پنچیر در جریان کمک رسانی و نظامیان این گروه از سوی نیروهای جبهه مقاومت هدف قرار گرفت و ساقط شد. خبر بعدی، سقوط یک رنجر طالبان در دریای پنچیر 7 طالب کشته شدند. منابع محلی میگویند که یک موتر حامل طالبان در دریای پنچیر سقوط کرد که در نتیجه آن 7 سرنشین آن کشته شدند. این رویداد روز جمعه 11 سرطان در منطقه سریچه از مربوطات مرکز پنچیر اتفاق افتاده است. عبدالعلیم آقا رئیس فواید عامه پنچیر اما گفته که در پی این رویداد یک طالب کشته شده است. کم عرض بودن جاده ها و به احتیاطی رانندگان به علت رویدادهای ترافیکی در پنچیر عنوان می شود. خبر بعدی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی به پایان نشست 30 روزه علمای طالبان واکنش نشان داده و گفته است که قطعنامه این نشست بیشتر از جلسه دستاربندی می نامد. آقای نبیل در تویترش نوشته است که این نشست طالبان شبیه نشست های است که آنان پیش از این در اکوره خطک پاکستان برگزار می کردند. تنها مکان آن تغییر کرده است. او نوشته است که جلسه و محتوای آن همان است ولی مکانش از اکوره خطک به کابل انتقال داده شده و قطعنامه این جلسه بیشتر به جلسه دستوربندی می‌نماید تا حل مشکلات های افغانستان. نشست علمای طالبان در کابل پس از 3 روز پایان یافت. اون از نظام خودشان حمایت کردند. در یکی از ماده های این قطعنامه آمده است که ما یک بار دیگر بیعت خویش را با ملا حبت الله تجدید و از وای قاطعانه حمایت میکنیم. جنابشان را به عنوان حاکم شرعی و زعیم امارات اسلامی پذیرفته و میپذیریم. در این قطعنامه تاکید شده است که استادگی در برابر طالبان بغاوت است و دفع آن بر مردم و نظام واجب است. در بخش از قطعنامه از جامعه جهانی هم خواسته شده است که دولت طالبان را به رسمیت شناخته شود.